استاد من یه سوالی داشتم از خدمت شما. وقتی که خلیفه دوم میخواست از دنیا برود، یه وصیتی کرد که 6 نفر برای تعیین خلیفه سوم انتخاب کرد. فرمودن که هر موقع یکی از اینها اگر مخالفت کرد گردن بزنید، اگر دومی همون کار را کرد اون هم گردن بزنید، اگر سبسه شدن عبدالرحمن ابن عوف اگر هر طرف باشه اون یکی را گردن بزنید. اگر هم کازه میگی بگم که دورا که چش ندر نمیشید سبسه که نمیشه تعیین کرد. لطفا یه توضیح بدیم برای ما، ممنونم از شما. چشم. خب آقای رضا جوابتون دادیم. بعد آقای محمد، سوال دوست عزیزمون که در واقع چرا خلیفه دوم مسلمین 6 نفر رو عنوان کردن به عنوان خلیفه مسلمین؟ در بحلی اول عرض کنم بر این که حضرت عمر رضی الله عنه 6 نفری که تعیین کردند، نه از فرزندانش بودند، نه از داماد اون بودند، نه در واقع از پسرعموهای او بودند. حضرت عمر رضی الله عنه 6 نفر کاندیدای خلافت کردند از قبیله های مختلف و از افراد سرشناس، و جالبتر از این و فراتر از این و مهمتر از این، از افرادی هستند که رسول الله علیه الصلاة والسلام در واقع فرمایش دادند که اینها از عشره مبشره هستند، یعنی افرادی اینها که بهشتی هستند. یعنی این که در واقع یکی از این 6 تا به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب کنید. اما مورد دوم که فرمودید که حضرت عمر گفت که اگر اتفاقی شد و کسی در واقع میخواست که این اتحاد و انسجامتون و این انتخابتون را به هم بزنند، اون را بکشید، حضرت عمر این در واقع بدعتی از جانب حضرت عمر نیست، بلکه در این مورد ما روایتی داریم از سرور بشریت علیه الصلاة والسلام که در این مورد میفرمایند که هرگاه در واقع امت بر یک حاکمی که در واقع تابع قرآن و سنت باشد انتخاب کنند و او را به عنوان خلیفه انتخاب کنند و همه بر او اجماع کنند، اینجاست که اگر شخصی خودسرانه از روی هوا ببست و میخواهد که در واقع این اتحاد و انسجام مسلمی از بین ببرد، فرمایی دادن که اون را بکشید. الان در واقع در این مورد برداشت های زیادی میشود از این روایت داشت و این تأکید بر این امر، توجه فرمایید، این صرفا اینطور نیست که فقط در واقع اگر کسی گفت که من مخالفم کشته میشود، نه چنین نیست، بلکه تأکید پیامد این روایت ها این است که تأکید بر این امر. خب